بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین و بعد. قال السجاد علیه الصلاة والسلام: اللهم فاجعل نفسی مطمئنة بقدری راضیتم بقضائک مولعتا بذکرک و دعایک محبتا لصفت اولیائک. همونطوری که عزیزان مستحضر هستن، موضوع بحث ما در این مکان مقدس یکی از موضوعات بسیار مهم تربیتی اخلاقی قرآنی عرفانی و آن عبارت بود از علایم و نشانه های نفس رحمانی در مقابل نفس شیطانی. امام زین العابدین علیه السلام در اون زیارتنامه معروف برای نفس رحمانی و عرشی حدود 13 تا علامت ذکر کرده است. اگر این علایم در ما بود، نفس ما رحمانی هست. البته نفس رحمانی هم خود دارای مراتب شدت و ضعف هست: اعلا مرتبه، ادنا مرتبه، اوسط مرتبه، متفاوت است. ولی به نحو نفس رحمانی گفته می شود. اگر این علایم و نشانه ها نبود، الناس علی نفسه بصیره، خود انسان می داند که آیا این علایم هست یا نیست. نفس او شیطانی هست. در روز گذشته دو علامت از علایم نفس رحمانی بیان شد و تحلیل شد. امروز یکی دیگر از مهمترین علایم نفس رحمانی که دایم الدعا باشد خدمت عزیزان اشاره میکنم، که یکی از علایم نفس رحمانی مولعتن به ذکرک و دعایک. دایم به یاد خداست و دایم هم دعا میکند. اینجا اگر دقت کنیم، دو تا علامت یک جا افتاده هست. علامت اول دایم الذکر است. نفس رحمانی لحظه آنی از یاد خدا فارغ نیست، لحظه نیست که به یاد خدا نباشد. روز گذشته مقدار در این قسمت صحبت شد، روزهای بعدی مفصل که مراتب ذکر، انواع ذکر، اثر ذکر و جایگاه ذکر در قرآن بحث خواهیم کرد. اما امروز درباره دعا که یکی از علایم نفس رحمانی این است که دایم در حال دعا هست. البته بد برداشت نشود که انسان دایم در حال دعا باشد،
کار را زندگی را رها کند. نه، جای خدا در همه جا خالص. در حال کار هم میشه دعا کنی به یاد خدا باشی، یعنی دعا با هیچ عمل منافات ندار. دائم در عین حالی که کار میکنی در همون حال میشه دعا هم داشته باشی. بر این اساس امروز پیرامون دعا که یکی از نشانه های نفس رحمانی هست خدمت عزیزان مطالب اشاره میکنم با ذکر صلوات. در رابطه با دعا خدا رحمت کنه شیخ کلینی را در جلد ششم همین چاپ‌های جدید بحثی مفصل درباره دعا دارد. ابعاد مختلف مورد بحث قرار گرفته. من امروز و فردا در سه جهت بحث میکنم درباره دعا، تا هنوز ما اهمیت دعا را، حقیقت دعا را، چیستی دعا را، ماهیت دعا را خوب نشناختیم. دعا یعنی چی؟ اول اهمیت دعا، دوم فرق دعا و مناجات که ما در کتاب‌های ادعیه از جمله در مفاتیح الجنان دعا داریم، مناجات داریم. چه فرق است بین دعا و مناجات؟ آیا مناجات مهمه یا دعا مهمه یا هر دو هم ترازه؟ این یک بحث مهم عرفانی هست که امروز خدمت عزیزان اشاره خواهیم کرد. بحث سوم شرایط استجابت دعا. خدا رحمت کنه کلینی را از آیات و روایات به خوبی استفاده کرده که حدود 10 تا یا بیشتر شرط برای استجابت دعا بیان کرده است. در فردا بحث میکنیم. اما امروز دو بحث داریم، اهمیت دعا در اسلام و تفاوت دعا و مناجات. اما بحث اول که اهمیت دعا باشد، دعا یک اصل، یک تفکر، یک اندیشه مشترک بین همه ادیان آسمانی هست. این همه ادیان آسمانی به این اصل با هم مشترکند، در حالی که نسبت به ذات اقدس الهی این وحدت نظر نیست. بعضیا قائل به تثلیثند، مثل مسیحیت اینا قائل به سه خدایند، اقنوم ثلاثه، اقانیم ثلاثه، از جمله حضرت عیسی را خدا میدانند. اینا در ذات اقدس الهی با ما اختلاف دارند. ما قائل به وحدتیم، خدا واحده، خدا احده، اما اونا قائل به تثلیثند. یهودیت قائل به دوگانه پرستی هستند، قائل به دو خدایند. اتحاد نیست، اختلاف است. و همچون مجوسیت. اما درباره دعا همه ادیان آسمانی وحدت نظر دارند. همه میگویند که اگر انسان بشر ارتباطش با خدا قطع شود، حالت دعا و نیایش از بشر گرفته شود، بشر پوچ و بی‌معنا می‌شود. این یک وحدت نظر است. مثلا ویلدوران، یکی از دانشمندان
بزرگ مسیحیت هست، کتاب دارد، لذات فلسفه، تاریخ فلسفه، تاریخ تمدن، کتاب‌های پرشمار دارد، آدم دانشمند با سواد، فهمیده، دور دیده، دانش دیده، علم دیده، مدرسه دیده، شخصیت معمولی نیست، ولدران. او مسیحی هست. او میگوید هر جامعه‌ای که از دعا و نیایش فاصله بگیرد، ارتباطش با ذات اقدس الهی، رابطه‌اش با مبدا هستی قطع شود، اون جامعه هلاک می شود. این مسیحی گفته است. اما در اسلام دعا به عنوان یک اصل، به عنوان روح حیات بشری مطرح شده است. ما در هیچ دینی به اندازه دین اسلام اهمیتی در دعا نداریم، که در همه شؤونات زندگی ما دعا داریم، در این خواب دعا داریم، در سفر دعا داریم، در حضر دعا داریم، حتی در دستشویی دعا داریم. هیچ شأنی از شؤون زندگی نیست مگر دعای نقل شده است. در قرآن 3 آیه هست اهمیت دعا در قرآن، که خداوند خودش در قرآن برای دعا چی جایگاهی قائل است، که از این به بعد همه مقدار عمری که باقی مانده از این اصل الهی استفاده کنیم، در هر لحظه که هستیم، در هر آنی که هستیم ارتباط ما با خدا قطع نشود، ولو نازک هم باشد. ارتباط با خدا خیلی مهم است. در قرآن 3 آیه هست در طول هم به سیستم قوسی سعودی. آیه اول خداوند چنین میگوید: قال ربکم، به شکل اخباری، یعنی جنبه اخباری داره، که پیامبر تو از جانب من خبر بده که خداوند این چنین میگوید. قال ربکم، این جمله خبریه هست، انشائیه نیست، که پیامبر از جانب خدا خبر میده. چی؟ قال ربکم، خدای شما میگوید. چی میگوید؟ ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید، دعا کنید، ارتباط با من برقرار بکنید، من 100% اجابت میکنم، به شرطی که کوتاهی از شما نباشد. ادعونی، مرا بخوانید، استجب لکم. بعد یک تهدیدم دارد: ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تهدید، کسی اگر استکبار کند، یعنی از عبادت من، بعضی به اشتباه رفتن، گفتن اینجا دعا به معنای عبادت، چون در ادامه میگه از ذیل آیه استفاده میشود که دعا اینجا به معنای عبادت هست. ما میگیم نه آقا، دعا مخ العبادت هست، دعا روح عبادت هست، دعا هم جنبه عبادی دارد، هم جنبه نیایشی دارد. این ذیل آیه دلیل نمی شود ادعونی استجب لکم به معنای عبادت باشد. خود دعا مخ عبادت، روح عبادت هم. به هر حال این یک آیه هست.
که علا نحو جنبه اخباری هست که قال ربکم، یعنی گویا پیامبر از جانب خدا خبر میدهد که مرا بخوانه. اما آیه دوم مهمتر از نایه هست، با قالب و چینش انشایی دستوری فرمانی فرمان صادر می شود. یعنی جنبه خبری ندارد که خداوند به پیامبر میگه که قل، بگو، قل، نه قاله، نه بانوز قاله بود، قل بگو، خدایا چی بگویم؟ قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم. خداوند میگوید اگر این دعای شما نباشد، این ارتباط شما با من نباشد، قل، یا آیه را حفظ کن، کوتاه هست که از این جلسات دستی توهی باری بیرون نشه، یک چیز عاید ما شود. قل، ای پیامبرم بگو، قل چی بگویم خدایا؟ ما یعبو بکم ربی لولا دعاکم. اگر دعای شما نباشد، شما اصلا ارزش نداره. ارزش انسان به اندازه مناجات اوست، به اندازه دعای اوست. هرچی دعای بیشتر، ارزش بیشتر. این نص قرآنه، این ظهورم ندارد، بحث ظهور نیست، نص است. قل بگو، سری هم بگو، با کنایه نگو، با استعاره نگو، تصریح سریعاً. چی؟ ما یعبو، یعنی ارزش، قیمت. ما یعبو بکم ربی، خداوند به شما، پروردگار شما به شما ارزش قائل نیست، لولا دعاؤکم، اگر دعای شما نباشد. پس ارزش هر انسان به اندازه دعای اوست، به اندازه مناجات اوست، به اندازه نجوای اوست، به اندازه نیایش اوست، به اندازه ارتباط او با خداست. این آیه دوم. آیه سوم غوغاست، آیه کوتاه است، فوق العاده عرفانی هست. خداوند به پیامبر میگه پیامبرم، گروهی میآید از تو سوال میکند خدا کجاست که ما همو طرف حرکت کنیم؟ آیا خدا آسمان است که غالب ما، اعتقاد ما اینه خدا بالا سر است؟ خدای بالا سر یعنی خدا پایین نیست، خدا رو محدود میکنیم. همینی که ما هر روز که دعا میکنیم هم رو به طرف آسمان میکنیم، خدا را جهتمندش میکنیم، خدا را در یک جهت خاص قرار میدهیم، در حالی که آیات قرآن داریم اینما تولو فسم و چلا، در هر طرف رو بیاری همون طرف خداست. خدا طرف خاص ندارد، جهت خاص ندارد. اینما تولو، به هر طرف رو بیاری اونجا چهره خدا را میبینی، اینجا چهره مجاز است. شاید همین آیه عرفانی منشأ شعری این عارف نمونه تاریخ شده باشد که اگر دریا بینم تو بینم، مگر صحرا بینم تو بینم، که انسان به این حدی از نگاه برسد، به این حد که انسان به این نگاه برسد که به هر طرف نگاه کند خدا ببیند، که مرحوم سبزواری اون عارف نمونه که یک دوره فلسفه را در قالب شعر بیان کرده، او میگوید موسی نیست که دعوای انالحق شنود، ورنه این زمزم اندر شجری نیست که نیست، چشم ما دیده خفاش بود ورنه تو را.
پرتوی حسن اندر در دیواری نیست که نیست. این چشم ما چشم خفاش هست و اگر نه هر طرف نگاه کنیم خداست. مگر امیر المومنین نفرمود ما رأیت شیئن الا رأیت الله قبله و بعده و معه. هیچ چیزی ندیدم جز قبل از او بعد از او با او خدا. من خدا، من که گناه میکنم، من که معصیت میکنم، چشم من خدا رو نمیبیند. اگر چشم من چشم خفاش نباشد خدا رو ببینم، در محضر خدا کسی گناه نمیکند. لذا امیر المومن چی میگه؟ ما رأیت شیئا، هیچ چیزی ندیدم الا رأیت قبله و بعده و معه، مگر با او خدا را دیدم. این مضمون همین آیه است. اینما تولو فسما و جلا، هر طرف رو بیاری همو طرف چهره خدا را، ذات خدا را، درخشش نور خدا را، حضور خدا را اونجا میبینی. یا اون چی که امیر المومنین فرمود داخل فی الاشیا لا بالممازجه، خارج عن الاشیا لا بالمباینه لا بالممازجه. چون ممازجه از شؤونات ماده است، از شؤونات تجرد نیست، همه جا حضور دارد. لا بالممازجه، شاید تا هنوز من تعریفی زیباتر از تعریفی امیر المومن ندیدم. داخل فی الاشیا لا بالممازجه، خدا داخل همه اشیاست، در همه جا حضور دارد. داخل فی الاشیا لا بالممازجه، خارج عن الاشیا لا بالمباینه. این کلام امیر المومنینه که خداوند این قش شدت و حدت حضور داره، این سعی وجودی را داره که هستی از خدا پر است. هستی منهای خدا پج است، منهای خدا چیز نیست. ای بود تو سرمایه، ای بود همکس، از فیض وجود تو وجود همکس. گر یک لحظه فیض تو به عالم نرسد معلوم شود بود و نبود همکس. مگر امام حسین در عرفات نخواند در دعای عرفه کور با چشمی که همه چیز را ببیند تو را نبیند؟ این از خداست. هو معکم اینما کنتم، خود خدا برای ما میگه هو معکم اینما کنتم، در هر جا هستی، در خلوتی، در جلوتی، بیابان، احساس تنهایی نکن. در شب تاریک احساس تنهایی نکن، من هستم. هو معکم، ای آیه قرآنی کلام علی نیست، این کلام امام نیست، کلام خود خداست. هو معکم اینما کنتم، در هر جا باشی من اونجا هستم. نه نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگهای گردن تو به تو نزدیکترم. در لایه های وجود من، در لایه های قلب من خدا حضور داره، خودم حضور ندارم. من نمیدانم فردا چی کار میکنم، خدا میداند. من نمیدانم تا لحظه بعدی هستم نیستم، خدا میداند. نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگهای گردن شما به شما نزدیکترم. این چنین باز هم اینام خدا کجاست؟ خداوند میگه اینا از تو سوال میکنن خدا کجاست، ما دنبال خدا باشیم. در این آیه خداوند 7 بار، آیه کوتاه است، 7 بار
ارتباط خود و بنده اش را بیان میکند. 7 بار عبادی انی اینی اوجیب و دعانی لیبی، 7 بار ارتباط بنده با خدا، ارتباط خدا با بنده. چی میگه؟ ازا سألک عبادی، عبادی زمانی که از تو سؤال کند عبادی انی از من، فإنی قریب انی، فإنی قریب اجیب دعوت الدائی ازا دعانی فلیستجب لی ان یؤمنوا بی لعلهم یرشدون. این آیه قرآنه، یک آیه کوتاه است، 7 بار در یک آیه نداریم. از اول قرآن تا آخر قرآن آیه نداریم که خدا این گونه در آیه بدرخشد. این آیه درخشش نور خداست. 7 بار عبادی انی اینی اوجیب و دعانی فلیستجب لی بی، همه بی، همه من. این آیه ازا سألک عبادی، اگر بنده من از تو سؤال کند، ازا سألک عبادی انی، عبادی بندگان من انی از من سؤال کند، فإنی اینی، فإنی قریب من خیلی نزدیکم. همین الان که من سخن میگویم از خدا سخن میگویم، خودم خجلم، من درباره خدا سخن میگویم، خدا میداند من چی میگویم. خدایا خودت کلام حق را در زبانم جاری کن، خودت میدانی من چی میگویم، قبل از آنی که حرف در زبان من جاری شود تو میدانی که در دل چگونه القا میشود یا نمیشود، میدرخشد یا نمیدرخشد. اینا هم از آن خداست، اگر ناز کند از هم بریزد خالب ها. این است خدا، این است خدا. چی میگه خداوند؟ با پیامبر میگه ازا سألک، زمانی که سوال کند از تو کی، عباد نمیگه، عبادی انی از من سوال میکند، برش بگو فإنی من، فإنی قریب من، نزدیکم من، قریبم من، در دل تو، در لایه های دل تو هستم، اینی قریب اجیب و جواب میدم، همه از خود اجیب و دعوت دائی، هر کسی که مرا بخواند جواب میدم، بهتر از اونی که میخواهد برش میدم، خبرم نمی کنم تا نسبت به من بنگمان بشه که دعای من مستجاب نشده، خبر نداره. 10 برابر از اون دعا من برش دادم. اجیب و دعوت دائی ازا دعانی فلیستجب لی، طلب اجابت کند لی مرا، فلیؤمنو ولیؤمنو بی لعلهم یرشدون. ای سومین آیه، ای آیه سوم بالاترین مرتبه اهمیت دعا را بیان میکند. این 3 آیه قرآن مربوط به بحث اول ما، یعنی اهمیت دعا، که دعا چیه؟ قدر دعا را بدان، قدر خود بدان، قدر دعا را بدان، نمازها را سبک نخوان، تعقیبات را ارزش قائل شو. این قنوت واجب نیست، قنوت ثوابش ثمر است، از هر واجب مهمتر است. تا می توانی دعاهای زیاد در قنوت بخوان، این آیه را هم به یاد بیار. تنها نگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قینا عذاب النار، بگو قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. به یم قناعت نکو،
دعای امام زمان را در قنوت نماز بخوان: اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان العمره و اکرمنا بالهدا و الاستقامه و سدد السنتنا بالثواب والحکمه و املأ قلوبنا بالعلم والمعرفه. تا آخر دعا، همه دعاها تا می توانی، خصوص نماز فرادا، بله نماز جماعت را هر چی سریع بخونه بهتره، ثوابش فلسفه‌اش دمینه، اما فرادای رقم نماز نخوان. مناجات، دعاها حفظ کن در قنوت نماز، رکوع طولانی شود، سه بار سبحان الله نگو، تا نفس داری بگو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تا اشک جاری شود، تا اشک نیامد از سر سجده بر ندار. در رکوع هم تنها یک سبحان ربی العظیم و به حمد نگو، اونقدر صبح با نفس، یک نفس سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اونقدر طول بدی، اونقدر توجه کن، اونقدر مکس کن تا اشک جاری شود. این نماز ارزش داره، این نماز لذت داره، این رکوع لذت داره، این سجده لذت داره، این قنوت لذت داره. قدر دعا رو بدانیم، خصوصا در وقت نماز، خصوصا در قنوت نماز. دست ها را این در روایت داریم، این کف دست ها به طرف آسمان، ریزش رحمت خدا را ما نمی بینیم، همون کنترل را فشار میدیم، اشعه رد میشه، صفحه تلویزیون عوض میشه، تو نمی بینی. الان اشعه الهی، اشراقات الهی روی دستت، کفت میریزد، تو متوجه نمیشه، چشم ما نمیبیند. چشم ما، چشم ما دیده خفاش بود، ورنت ورنت را، یعنی تا آخر، یعنی شعر جالبی دارد این جناب آقای سبزواری، یعنی خدا رحمتش کنه، چشم ما نمیبیند، وگرنه در هر در و دیوار نور خدا رو ما میبینیم. این اهمیت دعا، بخش اول. بخش دوم خیلی مهمه، تفاوت دعا و تفاوت مناجات. چی فرق بین دعا و مناجات؟ ما کدام را انتخاب کنیم بهتره؟ آیا مناجات خمس عشر را بخوانیم بهتره؟ یا دعای نیمه شعبانیه را بخوانیم بهتره؟ یا هر دو بهتره؟ کدام بهتره؟ فرق بین دعا و مناجات، تفاوت بین دعا و مناجات. شما در مفاتیح الجنان هم دعا دارید هم مناجات دارید. تا هنوز متوجه شدی چی فرق بین دعا و مناجات؟ امروز با عنوان برکت حسینی از اینجا با دست خالی بیرون نشوی. فرق دعا و مناجات، دعا در دعا طلبه، خواستنه، در دعا خواستنه. خدایا خانه بده، بچه بده، زن بده، خانم بده، ثروت بده، پول بده، همه بده بده. در دعا همیشه بده بده. خدایا خانه ندارم، خانه بده، بچه ندارم، بچه بده، خانم ندارم، خانم بده. خدایا پول ندارم، پول بده، ثروت ندارم، ثروت بده، سلامتی ندارم، سلامتی بده، سراسر بده بده. در دعا طلبه. لذا این من از صدها دعا، یک دعای قرآنی را اشاره کنم، در ذاتش بده بده هست، یا در دنیا یا در آخرت. در دنیا خدایا خانه، زن، بچه، اولاد، پول، سرمایه، شهرت، محبوبیت بده. در آخرت بهشت بده، جنت بده، تحت انفیها چی 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 بده، همه بده بده است. این آیه قرآن، این دعایه، این همه گفته دعایه. ربنا، رب دعایه، ربنا ای خدای من، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قینا عذاب النار. این دعای سراسر خواستن و سلبه.
یعنی خواستن است. چی خواستن؟ یا ایجابی یا سلبی، یا بده یا این رفع کن. خدایا مریضی را دور کن، خدایا فقر را دور کن، خدایا ناامنی را دور کن، خدایا اختلاف را دور کن، خدایا نفاق را دور کن. یا ایجاب یا سلب، هر دو در قالب طلب، در قالب بده بده هست. این دعا، دعا را خوب یاد بگیر. فرق دعا و با مناجات، حالا مناجات را توضیح میدیم، همین آیه قرآنه. یعنی بده بده یا در قالب ایجاب یا در قالب سلب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، حسنه یک معنای جامعه، هرچی که طبق شأن من است خدا به من بده. یعنی خانه بده طبق مصداق حسنه است، اولاد بده طبق مصداق حسنه. خدایا علم بده، من جاهلم، اعتنی علما نافعا. خدایا علم نافع بده، مصداق حسنه است، همه از مصادق حسنه است. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، در آخرت هم حسنه بده، بهشت بده، رفا بده، آرایش بده، آسایش بده، لذت بده، ابتهاج بده، سرور بده، بده بده، سراسر بده بده. در آخر قینا عذاب النار، خدا عذاب جهنم را از من دور کن، مریضی را از من دور کن، جهل را از من دور کن، نادانی را از من دور کن، سراسر طلبه. این دعایه. همه ای دعاها را وقتی واکاوی کنی، کالبد شکافی کنی، در درون، درون مایه دعاها، در درون مایه دعاها سراسر خواستنه، بده بده، طلب طلبه، سراسر طلبه. اما مناجات، این معنای دعا. اما مناجات چیه؟ مناجات نجوایه. دو رفیق که سالها از هم جدا شده باشه، کنار هم که بنشینه، با هم درد دل میکنه، با هم گفتگو میکنه. تو خوب شد درس خواندی، من متاسفانه درس نخواندم. تو خیلی اهل دعایی، من اهل دعا نیستم. تو خوب سرمایه داری، من سرمایه ندارم. اینجا طلب طلب نیست، درد دل مطرحه، نجوای. دو نفر با هم نجوا میکنند. مناجات یعنی چی؟ مناجات با خدایش نجوا میکنه. خدایا تو خدایی، من بندهیم، تو غنی، من فقیرم، تو خالقی، من مخلوقم، تو رازقی، من مرزوقم. مولای یا مولای انت الخالق انا المخلوق، هل یرحم المخلوق الا الخالق. مولای یا مولای انت الرازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق. اینجا خواستن نیست، طلب نیست. جایگاه خدا، جایگاه بنده، رابطه بنده با رابطه خدا. یا همین مناجات منظومه امیر المؤمنین، لک الحمد یا ذلجود والمجد والعلا، تبارکت تعطی من تشا و تمنع، الهی و خلاقی و حرزی و موئلی، الیک لدى الاعصار واليسر افزو، الهی لئن جلت و جمت خطیئتی فعفک عن ذنبی اجل و اوسو، الهی لئن تردتنی او رددتنی فمن ذا الذی یرجو و من ذا الشفیع. همه مقام خداوند و مقام بنده. تو در جایگاه من، در جایگاه قرار دارم، رابطه من با تو این گونه است. سراسر مناجات گفتگو است، خصوصا این مناجات امام زین العابدین با این مناجات هست. سعی کن هم دعا هم مناجات، هم خواستن هم گفتگو. به نظر من اول مناجات، بعد گفتگو، بعد دعا. اول با خدا مناجات کن، گفتگو کن. خدا تو در کجا قرار داری؟ من در کجا؟ تو خالقی، من مخلوقم، تو رازقی، من مرزوقم، تو قویی، من ضعیفم.
بگو 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 خوب ارتباط که برقرار شد بعد دعا کن، دعا بعد از مناجات. ببین امام زین العابدین، یا من اذا سأله عبد اعطاه، نمیگه اعتینی، نمیگه ها، میگه این خاصیتی توست، این عادت دیرینه ای توست، این شأن خدایی توست، این اقتضاعات خدایی توست، این شؤونات خدایی توست، نمیگه بده بده نیست. یا من اذا سأله اعطاه، ای کسی که از او سوال کند و عطا می کند، و اذا عمل ما عنده بلغه مناه. هر کسی یک آرزوی داشته باشد، خدا من او را به آرزویش می رسان. این عادت تو خداست، این عادت خدایی تو خداست. و اذا عمل ما عنده، اگر آرزو کند اون چیزی که در نزد خودش است، بلغه مناو، این عادت خدایی خدا است که او را به آرزو می رساند. اینجا بده بده نیست، اینجا خبر از گفته بوست، مقام شعنیت خدا بیان می شود. و اذا اقبل علیه قربه و ادناه، کسی که قلبش خدایی شود، رو به طرف خدا بیارد، عادت خدا این است، قربه و ادناه الیه 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 فکان قاب قوسین او ادنا، بیا بیا بالا، بیا بیا بیا، این عادت تو خداست. هر چی دعا کنی خدا میگه بیا بیا بالا. شما شاید تجربه کرده باشید، اگر نکرد قطعا تجربه کردید. اگر یک حالات برای تو رخ میدهد دعا میکنی، هر چی طولانی میشه لذتش بیشتر میشه، شیرینیش بیشتر میشه. او لحظه الیه الیه رو تو نمیشنوید، او الیه الیه غیر مرئی است، چشم تو نمیبینه، او الیه الیه آمده، تو رو میکشه به طرف بالا. یک ساعت دعا میکنی بعد کم میاری. این رو تجربه کن. همیشه نماز رو به این حالت بخوانا، هیچ وقت نماز رو در حالی که ذهنت مملو از مشغله هست نخوان. خود را تخلیه کن، تجلیه کن، تحلیه کن. وقتی خالی از غیر خدا شدی، خدا را عبادت کن. این لذت داره. چی میگه امام زین العابدین؟ و اذا اقبل علیه قربه و ادناه، وقتی که اقبال به خدا میاره، قربه، ای او را نزدیک میکند، و ادناه، ادناه همون فکان قاب قوسین و ادنا، بیا 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 به سوی من، این عادت خدایی خداست. و اذا جاهره و اذا جاهره بالعصیان، ستر علی ذنبه و غطاه، این مناجاته. و اذا جاهر، جاهر این تجاهری به گناه، ما خیلی اوقات دارم تجاهری به گناه داریم، ولی خدا پرده پوشی می کند. امام زین العابدین می گوید ای خدای من، بنده ها زیاد تجاهری به گناه می کند، علنی گناه می کند، ولی تو پرده پوشی می کنی. و اذا جاهره بلوسیان، ستره 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 نازم بیمزد تا هو، چقدر پرده پوش است خدا، چقدر خطاهای ما را خداوند پوشانده است. این کلام امام زین العابدینه. چه میگه؟ اذا جاهره بالعصیان، ستر علی ذنبی، پرده را روی گناه او میگذارد، ستر علی ذنبی و غطاه، او را میپوشاند تا کسی او را نمیبیند، نبیند. و اذا توکل علیه، کسی که توکل به خدا کند، اذا توکل علیه احسبه و کفاه، دیگر نیازی به پدر نداره، نیازی به مادر نداره، نیازی به هیچ قدرتی نداره، مستقیم خداوند دست او را میگیرد. و اذا توکل علیه ستر علی ذنبه و غطاه،
این مناجات هست. پس فرق بین مناجات و داین شد. مناجات یعنی با خدا گفتگو کردن، دعا یعنی طلب کردن. از این دوتا کدام اول کدام آخر؟ نظر من این اول مناجات، تا خوب قلب رقیق شود نازک شود بعد دعا انجام بده. ارزم تمام. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.